پایینی کان دیروز نبودی ببینی حسام یه جوری آقا سعیدونشون سرجاش که همه کف کرده بودن. آقا رستی گفت بگم که پاشی بیای سرکار. بگو باشه. همین مونده بودیم واسه من تعیین تکلیف کنه. کی حسام؟ نه بابا آقا سعیدو میگه. بی طرح محیطی بهش دادم فکر کرده چه خبره کجا رو گرفته. نیکان تو از چیزی ناراحتی؟ نه چرا میپرسی؟ هیچی همینجوری احساس میکنم که یه مدت تو خودتی. خوبم. این طرحی که واسه جشنواره بعد میفرستادیم چی شد؟ آها اونو که حسام گفت آخر همین ماه طرح تایید بشه میتونیم چند ماه بعدش فیلم بگیریم بفرستیم براش. خوبه. و تو هم اینقدر دیگه تو لک نباشتی که. نیکان کیه؟ دایمه. آها. تو هم برو به آقا حسام بگو من فردا میام سر کار. ولی به آقا سعید نگه میخوام خورده هرس بخوره. خب؟ باشه. بابت با ماشین سلام دایی. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ بیا بشین. الان من اگه ایمیل دارو ندیده بودم تا کی میخواستی مخفی کنی؟ ببخشید دایی ولی شما حق نداشتی بازش کنی. باشه من حق نداشتم بازش کنم. اه خواهی چه کاری بوده کردی؟ من فکرم تو دختر عاقلی هستی بردی دو دستی مدارک و دلی بابا چی بشه؟ خودش برمیگرده همه چیو درست میکنه. کجا سلام بگو بریم پیشش. نیکان من بدی تو که نمیخوام، بدی تو رو مامان تو بابا تو که نمیخوام. بگو کجاست بریم پیشه شاید بتونیم یه راه حلی پیدا کنیم. نمیدونم. یعنی چی نمیدونی؟ مدارکو پس کجا بردی دادی بهش؟ اونجا رفته خبری هم ازش نیست. تو چی؟ بدبخت کردی مامان تو دیگه. بابام گفتایی گفت اگه بخوام به کسی بگم دیگه نمیتونه مامانمو نجات بده. اون ایمیل هم به من داد گفت اگه کاری داشتی پیامی چیزی داشتی به این بده. الان هم میخواستم ببینم پیام منو دیده و جواب نداده یا همونیه که عمو جهان گفت فرار کرد. جهان گفت من باور نکردم. خب چرا همون شب نگفتی؟ همون وقت که جهان گفت چرا زبون باز نکردی؟ چون بهش قول داده بودم دایی. بابامون که میشناسی دروغ نمیگه. الان کجاست پس؟ اگه فرار نکرده بود همه چی نمیافتاد گردن مامانت که. باید بری پیش پلیس نیکان. چی میگی دایی نمیشه که. یه چند روز صبر میکنیم خودش برمیگرده. چند روز صبر میکنیم برمیگرده. بچه هست گم شده که خودش برگرده. اگه میخواست برگرده تا الان برگشته بود. کاری نداره با هم میریم اونجا تو میری تو همه چی رو براشون توضیح میدی. بابا تو که پروندی حالا شاید یه کمکی هم به سیما بکنی. فقط دعا کن وقتی که دادگاه سیما تشکیل بشه مسعود پیدا شه. نمیشه دایی من نمیام. تو نمیای؟ نه هر کاری دوست داری بکن. Thank you.
سلام. درست کار میکنی؟ کارت دارم. آقا مشتبه بیا ماشین رو پارک کن. بعد شماری به من بگو چرده. چش کار میکنی؟ میخواستم ازت عذرخواهی کنم، گفتم تو خونه بیای دیر میشه. ببخشید. یعنی بهت شک کردم، یعنی شک نکردم ها، یکم گیج شدم. اما حسین میگفت آقا صفتر رانندت اعتراف کرده که از مسعود پول گرفته، تو هم اصلا نمیدونستی. یعنی اگه آقای تدعی نمیگفت چی؟ تو میدونستی؟ لزومی نداشت بهت بگم. حرف به این مهمی رو صفتر برام مهم نبود. ببخشید. چون دفتر باشی. تو فکر میکردی مسعود بزن و بچهشی همچی کاری بکنه؟ نه، از وقتی از پیش مهران برگشتم دارم راجبش فکر میکنم. عید دو سال پیش یادته؟ همون سفری که قرار بود واسه ما اینا بریم؟ که مسعود یهو غیبش زد؟ خب یکی از بچه ها مسعود با یه خانمه دیده بود. خب شاید سیما بوده. نه دیگه، سیما خانمو میشناخته. منو گفتم شاید همکاری چیزی باشه، دیگه پیشو نگرفتم. مسعود عاشق سیماست. سیما بفهمه دیوونه میشه. هیچ کس نباید چیزی بفهمه. برو زودتر میخوری به ترافیک. خداحافظ. دایی میشه نرم؟ پس نمیشه. چی؟ آره بابا من خیلی حالم خوبه، خدا رو شکر. مامان پری چقدر خوبه. سلام بهت رسون، گفت به سیما بگو که من هیچ ملالی ندارم جز دور شما. سیما. سیامک جان. نیکان نمیخواد بیاد؟ نیکان اومده؟ روش نمیشه بیاد تو. من زودتر اومدم که فضا رو یکم ترتیب کنم تا اونم بیاد. فقط اومد چیزی بهش نگی یا سیما، بهش قول دادم. یه کمی هم پول برات ریختم، زیاد نیست، ببخشید. الهی بمیرم. خدا نکن. بلا شما هم تو این وضعیت بچه های من ببال گردن. بچه های تو تاج سر منن. ول کن بچه ها رو، نگران خودت باش. پولم زیاد نیست با نصف اون پولایی که تو بچگی ازت کش رفتم هم نمیشه. آقا سیما الان صداش میکنم بیاد تو. تو رو خدا باش خوب باش. Thank you.
خان دکتر، من تراب نیستم اگه بلایی که سر آقا موردین و بدترش سرتون نیارم. به شما میشه گفت آدم؟ چجوری میتونین اینقدر پس بشین ها؟ به مادرت بگو دعا کنه بلایی سر آقام نیاد، که اگه بلایی سر آقام میاد آوار میشم سرتون و دودمانتون رو به باد میدم. ببینید مسعود اگه 100% مقصر شناخته بشه، شما به خاطر سهل‌انگاری یه مدتی حبس می‌خورید. ولی اگر بفهمن شما با خبر بودید، دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد. به فکر دو تا بچه‌ت باش، فقط نمی‌دونی. باشه. روزگارتون رو سیاه می‌کنید. بابای من رفته تو کوه به خاطر کار شما. بابا بیا. من روزگارتون رو سیاه می‌کنم. حالا ببین. من چه به اینجا بیام؟ یه ده خوردن، یه ده بردن، من باید سینجی بشم. حکیم اومده اینجا با اجازه شما بوده. بله درسته. ببین آقا رحمان، پلیس میگه اون شب کل دوربینا رو کندن بردن. شما رو فکر کنید قبلش کسی رو ندیدی مشکوک باشه؟ اتفاق خاصی ندیدم آقا سیامک، ندیدم. به خاطر چند دقیقه از من باید آقای رحمان احمدی. بله بله بفرمایید. تو بس فکر کن اگه چیزی بزنی رسید بگو بهشون. سلام. خانمی که؟ مادر همون تازه دامادی که برات گفتم. زنی بشیم که با مسعود دیده بودیش، شاید بتونیم رد پای از مسعود پیدا کنیم. ول کن دیگه مهتاب. کجا باید جانه؟ این کیه؟ یکی از رولنده هامو تراب موحد، صدرای یغمایی، گلچهره نادری، قاسم حیدری. بفرمایید داخل. سلام فخری جان. سلام صفدر. خوبی؟ صفدر گفتی تو بیخبری؟ گفتی مسعود مجبورت کرده؟ آره همه چی رو گفتم. صفدر، مسعود گمگور شده. وقت نداره. وقت نمیگردن نباش، همه چی درست میشه. صفدر یه دقیقه بسید. نمیدونستم آقا نمک نشناسی. آقا جان شما خوب من نمیشناسی، نمک نشناس نیستم. نمیخواستم شما هم تو درد سر بیفتیم. خواستم اینجا گرفتن کرکره مغازه من کشتی پایین؟ به جان بچه هم ترسیده بودم. بعدش هم که همه چی رو راستشو گفتم. منم مسعود مجبورم که از صد متر به صد متر انبار به انبار کشوندتم لب من. چرا حرف مفت میزنی صفدر؟ من جی پی اس ماشین تو گرفتم، میدونم یه سال گذشته کجا رفتی کجا اومدی. آقا خدا کنه حدس من درست نباشه، ولی یک بلای سر بیارم مرغای واسمون بالات گریه کنم. ببرش آقا. آقا جان، آقا جان، آقایی آقا جان، اوپلم کنید. من شاکم آقا قاضی، منو چرا بیرون میکنید آخه؟ بفرما آقا بفرما. بیرون. به خدا من اینا رو ول نمیکنم آقا. جهان امجد. من دست سر دیگه بر نمیارم. نیکان خاله، میدونم از دست من ناراحتی، اما من همه سعیمون میکنم که سیما زیاد اون تو نمونه. ببخشید میشه شما دیگه تلاش نکنید لطفاً؟ همون یه بار که تلاش کردید الان سیما اون توه. من خودم دنبال کاراشو هستم. خیلی ممنون. از خدا میخوام همون بلایی که سرم آوردی 100 برابرشو سرتون بیاره. بیوش دارم. آقای قاضی، من میخوام شکایت کنم از خانم علایی، از آقای فخاری. میخوام اعاده حیثیت کنم. ببخشید جناب آقا، چون من از من هیچ وقت از رفیق شانس نیاوردم، ولی الان فهمیدم تفلک سیما از منم بد شانس داره. خیلی بی معرفتی. شما نون و نمک سیما رو خورده بودی. بسیار خانم مهتاب نامجو بگید بیان داخل. مهتاب نامجو. دست درد نکنه آقا جان.
چند فروختی؟ بفرمید خانم. سلام. سلام خانم دکتر مهتاب نامجو. بله. شما اولین شخصی هستید که به خاطر آگاهیتون از خلاف شرکت، اونم به واسطه کارتون بیمارستان، متوجه پخش مکملا شدید، درسته؟ بله. همسرتون آقای جهان امجد گفتن که خودتون به خانم علایی گفتید که متوجه پخش شدید، ولی ایشون به شما گفتن که به پلیس نگید. آیا اینم تایید میکنید؟ ببخشید جناب آقای قاضی، ایشون همسرشون از نظر مالی کلی ضرر کردن و خودشون شاکی هن. چرا باید الان حرف محکمه بسند بزنن؟ سیما از من خواست که بیاد بیرون همه چی رو درست کنه. صادق باشید خانم نامجو، مشخصا به شما اعلام کردن که به پلیس چیزی نگید تا به قول خودتون کار رو بدن درست کنن؟ بله یا خیر خانم؟ بله. خانم علایی شما نظری دارید؟ بله، من موقعی که متوجه شدم گفتم که همه دارو را داروخانه خارج کنن. اگرم رفتم دنبال همسرم به خاطر این بود که بفهمم کجاست. همه رو جمع کردید؟ بس همه شاکیش اینجا، نتیجه چیه؟ خانم شما بفهمید بیرون. خانم علایی، آیا میدونستید که همسر شما آقای مسعود فخاری قاچاق میکرده و با علم به این موضوع شما مکملا رو تایید میکردید؟ من موقعی که متوجه شدم خیلی دیر شده بود. چه کاری بود کردی جهان؟ همه چی خرابتر کردی؟ من دست به هرچی میزنم خراب میشه. شما هرچی میگی درسته. ببخشید توپو اول کی فرستاد تو زمین سیما که الان هرچی دفاع میکنه تو گله؟ خودتم خوب میدونی این با اون فرق داره. چه فرقی میکنه؟ اونجا مسئله جون آدما بود، نه اعتبار شرکت و این خزعبلات. همین خزعبلات باعث شده تو 5 6 ماه گذشته من 10 تا قرارداد فسخ کنم. الان با این شکایت اعتبار شرکتت برمیگرده؟ معلومه که برمیگرده. وقتی تبرئه بشه یعنی اتفاقی نیفتاده دیگه. اون بالا پلیس هم نیدی چپ چپ من نگاه میکرد؟ کاری که مسئول سیما در حق من تو کردن چیزی نیست که آدم ازش بگذره و ساکت بشه. با آدم شک میکنن. به چی شک میکنه؟ هنوز که معلوم نیست سیما مقصره یا نه. من نمیدونم پای سیما چقدر گیره، ولی چیزایی با هم دیگه نمیخونه. وقتی مهر زده رو مکملای تقلبی، اگه بنزه مسعود گناهکار نباشه کمتر از اونم نیست. پس مدارک چی؟ تو واقعا خودتو زدی به سادگی؟ اینا همه مدارکشون جمع کردن گوشته تو ماشینشون که دست کسی بهشون نرسه. رفیقای قدیمیمون بهمون رکب زدن. فقط فرق من با تو اینه که من پذیرفتم پامو کشیدم. نیکان خوبی؟ بیا اسمتو خوندن باید بری تو. دختر شما آخرین نفری بودی که پدرتو دیدی، کسی باش نبود یا اینکه حرفی بزنی بخوای الان بگی؟ ببین دخترم، شاید اینجوری بتونی به مادرت کمک کنی. دقت کن، اگه چیزی میدونی بگو.
سیما علایی، فرزند احمد علایی، متهم ردیف دوم. اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق توزیع مایحتاج عمومی داروی مکمل با علم به موثق. فعلا 10 سال. باید دعا کنیم وضعیت شاکیاتون بدتر از این نشه. برای تازه داماد که فلج شده دیگه کامل بریدن. باشه بریم نیکان. باشه دایی. بیا دایی. چطوری سیامک خان؟ قربون شما. ببخشید من بی خبر اومدم، مزاحم شدم. اختیار داری، خبر برای غریباست. بفرمایید. در خدمت. جانم. آقای ارجنگی، من واقعا هیچ ردی هم مسعود ندارم، اگر نه تا اون ور دنیا هم خدا شاهده میرفتم دنبالش پیداش میکردم میوبردمش. حالا گفتم شما چون وکیلشین، بالاخره اصلا رفیقشین، شما نشونی، ردی، آدرسی، خبری، چیزی دارین یه سرنخی بشه برای من، من برم پیداش کنم. من اسمم وکیلش بودم، وگرنه مسعود کارهای خودشون میکرد. شما که دیگه از خودسریهای مسعود باخبرین. موقعی که خونش رو برای شرکت فروخ من یک کسی فهمید، منم موقعی فهمیدم که چه کاش به مشکل خورد. بله مسعود، متاسفانه. حالا به نظر شما من چی کار باید بکنم الان؟ همونی که قبلا بهت گفتم، اگه اینجا وایسی بخوای قانونی پولتو بگیری خیلی زمان میبره. اگه واقعا میدونی طرف کجاست معطل نکن، برو سراغش. دست پر برگردی، منم دستم باسره برای کمک به خواهرت. آخه الان بچه های سیما دست من امانتن، بعد بالاخره یکی باید باشه کاراشو دنبال کنه، کسی نیست دیگه. ببین، من رو حکمش اعتراض زدم، دادخواست تحویل دادم. تا بررسیشه از هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد، مگه اینکه به هر حال یا مسعود پیدا بشه، یا خبری ازش بشه، یا یه مدرکی پیدا بشه. نمیدونم اصلا چی کار کنم، کجا دنبالش بگردم، برم شرکت های دارویی رو بگردم. آقا سیامک، پلیس، آگاهی، اطلاعات، همه اونا دنبال مسعودن. معطل نکن، برو دنبال پولت. پول باشه مشکلات راحت تر حل میشه. باشه چشم، مزاحم شما هم شدم، ببخشید. در خدمتتون باشی. قربان شما، با اجازت. خوش آمدی. ببین جلال، میگم حکمش اومده. آره بابا، وکیلشم تقاضای تجدید نظر کرده، ولی میگه اصلا امیدی نداره. الان من چه غلطی باید بکنم؟ خواب نداره. خب میفرم. نه من میگم سیما 10 روز هم اینکه لبون بند نمیاره، شو برسه 10 سال. 46-8 دیگه بفهم. خب تو الان دارم بگو من چی کار باید بکنم.
ببین جلال، من میگم مسعود چهار تا و نصفی فامیل بیشتر نداره. خب همون چهار تا و نصفی هم سال به سال آخه نمیبینه، رفت آمد نداره با کسی. بابا من که فامیل نزدیکشونم، اصلا حرفای یومیاش هم به ما نمیگه، چیزی بروز نمیده که اون. چیکار میکنی مامان؟ نکن جنگم کده. وای جنگ کجا بود؟ اینجا گلی گلی نکن، خوربونت برم. نکن باش باش مامان، مریض میشی. اینجا جنگ نیست. ببینم تمام گلی گلی کردی خودم. در بیا در بیا در بیا. نگاه کن نگاه کن. دستتو بده بالا، دستتو بده. گنجت هم پیدا میکنی. وای خدا دستتو، مریض میشی تو. نکن چیکار؟ نکن دستتو باش ببینم. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا میگم، وایسا وایسا گرفتم دیگه، من گرفتم دستم رسید. میگم اون یاد خب نه نه که اینجور اطلاع خب نیکا ماما حالش رو بردار. بیا باشه تره جون، الان میگم الان به من سواری میدی؟ نمیدم آری کلاقه با ملاقه زد تو سر علاقه. تره جون ببخشید و اذیت شدی. نه بابا خواهش میکنم دخترم. میخوای تو هم لباساتو بیار بشتم؟ نه میشونم. کیا خوش گذشت؟ آفت دیگه نگاه بسیده بادا کیه؟ سلام مرزی ها زدی؟ سلام ماما چطوری؟ اومدی؟ بادا بادا بخوردی سر کنم خوردی. سلام علیکم آقا کیان. سلام برو بادا برو بفوشوی سر با نخوره. ماما کمک نمیخواد؟ نه قربونه، تو تازه از راه رسیدی خسته، برو استراحت. چه خبر؟ خدا رو شکر. مامان جونم باشون حرف زدی؟ بزن از را برسی بعدم غرغر کن. خوش به اینو کمک کن. مامان چند ماهی که حقوقتو بهت ندادن؟ داشتن و ندادن. خب پس تا کی میخوای همینجوری ادامه بدی؟ مگه همین چند وقت پیشا نمیگفتی که از دندون در شب و خواب نداری؟ امروز دندونت درد میکنه، فردا روز یهو بزنه یه چیز دیگه بشه، بعد میخوای چیکار کنی؟ آدم دو کلوم حرف با شما نزنه، درد دل نکنه. چکش میکنیم میکوبین تو سر آدم. بچلو تو که به فکر خودت نیستی، حداقل به فکر آبروی من پیش صاحبکارم باش. من به خاطر تو کلی سفارش تو کردم، کلی رو زدم، بعد الان برم بگم دستتون در نکنه، مامان من نمیخواد بیاد سر کار. مگه من گفتم برای من کار پیدا کنی؟ مامان حالا تو یه سر بیه بریم اونجا، هم حقوقش خوبه هم بیمت میکنن، بعدش هم مگه نمیگی 10 سال واسش حبس بردن؟ تو که نمیخوای عین این 10 سال براشون مفت و مجانی کار کنی؟ مگه نمیگم پری خانم نمیدونه؟ صداتو بیار پایین، میخوای یه بلنگو بردار جار بزن. یادت رفته تو خوشیاشون چقدر به ما رسیدن؟ خب کشی الان من تو ناخوشی بذارم برم انگار نه انگار، مگه میشه؟ سیما خانم یادته که وقتی که دانشگاه قبول شدی اون ماس ماسک رو به داد که باش کار کنی؟ آقا سیامک هر وقت گیر افتادیم و دستمون خالی بود بی منت بدون اینکه کسی بفهمه کارمون رو راه مینداخت. مامان جان همه اینا رو من یادمه، ولی نیکان خانم چون لپتاپ جدید می‌خواست به خاطر همون لپتاپشو دادم به من. حالا تو فکر می‌کنی اگه اون لپتاپ به من نمی‌دادن می‌خواستن چیکار کنن؟ می‌ذاشتن توی انباری که تا الان خاک بخوره. حسودی نکن، حسودی نکن. کارت رو انداخ یا ننداخ؟ به دردت خورد یا نخورد؟ بله کارم رو انداخ، به دردم هم خورد. ولی شما هم به این فکر کن که چند ماه بدون اینکه هیچی بگی براشون مفت و مجانی کار کردی. حالا این به اون در. چشم رو پر رو شدیم، خجالت بکشی. باشه ماما من پر رو شدم. بی چشم رو هم کجا میری؟ پای نداری؟ دارم میرم. کجا میری؟ بایستان برات قصد درست کردم. نمیخوام مادر من اگه اینجا ببونم میخوام بشنم به پری خانم همه چیو بگم که اینجوری اوضاع بدتر میشه. بلکن میخوام برم. برات زرش بلو درست کردم دخترم. ممنون خدا نگهدار. استغفر الله دست تو. سلام خانم دکتر. سلام. سلام. همون که رئیس گفته بیاد کمکتون. بله شما بفرمایید. هم تشریف بیارید اینجا. بفرمایید.
اینجا هر کس تو زندان یه کاری بلده که باید کمک بکنه. اینکه شما داروساز هستید زیاد به کار ما نمیاد، چون کلا 5-6 تا دارو بیشتر ما اینجا نگه نمیداره. شما از امروز صبح بعد از هواخوری تشریف میارید اینجا تا عصر به ما کمک میکنید. چیزی که برای ما اینجا خیلی مهمه اینه که تمام امور اینجا باید با دقت انجام بشه، همه چیز رو نظم باشه. بقیه مواردم به مرور زمان بهتون میگم. من یاری هستم. بله، علایی هستم، سیما علایی. دیگه هیچ اطمینانی به بهداری هم نیست. خیلی خوبه. بعد از اینکه این همه مریض رو بیرون کله پا کردی، حالا نوبت رسیده به دربدره زندونا.